تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. بریم سراغ آیه 32 که آیه سه حدود عرض کنم با حضور شما که 7 سطره، آیه طولانیه و خیلی هم احتمالات زیادی داره. انشالله بتونیم خیلی فشرده در چند دقیقه تفسیر کنیم. آیه 32 از سوره بقره. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. عرض کنم که ماجرا به این صورت اون چه از روایات استفاده میشه اینه که حضرت سلیمان برای جلوگیری از انحراف یا سوء استفاده دستور داد که اوراق ساحرا رو جمع کنن و نگهداری کنن، مثل چاقو که پدر از دست بچهش میگیره میذاره تاقچه بالا یا توی گاو صندوق بذاره که سوء استفاده نشه. حضرت سلیمان اسناد سحر و جادو را جمع کرد که در اختیار مردم عادی نباشه و سوء استفاده نکنه. بعد از وفات حضرت سلیمان این نوشته ها دست این اون افتاد و مشغول تعلیم سحر و جادو شدن و کم کم کار به جای رسید که خود معجزات سلیمان هم گفتن سحر و جادوه. اصلا گفتن سلیمان هم خودش یه جادوگر بوده، برای توجیه خودشون گفتن بله سلیمان هم حرکتش حرکت ساحرا بوده. این آیه داره انتقاد میکنه، میفرماد که و تبعو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. و تبع او فاعلش یعنی کیا پیروی کردن، باز به بنی اسرائیل میخوره که مربوط به آیات دنبال آیات بنی اسرائیله. بنی اسرائیل پیروی کردن ماتتل و شیاطین، دنبال تبلیغات شیطان ها بودن. علا ملک سلیمان، حتی در دوره حضرت سلیمان هم گرایششون به سمت باطل بود. بعضیا مریضن، قرآن میگه ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا، راه حق باشه انتخاب نمیکنه، و ان یروا سبیل الغی یتخذوا سبیلا، یعنی اگر مثلا بنده 20 حرف خوب بزنم با یه حرف باطل، یه حرف باطل اون سرج نقل میکنه، بلا حرف حق اون نقل نمیکنه. مثل افرادی هستن مثل مگس، اگر همه بدن سالم یه جا زخمه هی رو مگسه رو زخمه میشینه، بلندش کنه باز رو زخمه میشینه. من رفتم منزل کسی بزرگواری دیدم، ایشون با انقلاب خوب نیست، با جمهوری اسلامی خوب نیست. گفتم شما با این همه علم چرا خوب نیستی؟ گفت که آخه ببینید در جمهوری اسلامی فلان کار شده. دیدم یه سری کارهایی که شده به ایشون گفتن، حالا یا حق یا باطل. گفتم اول که من نمیدونم شده نشده، حالا فرض کنید در جمهوری اسلامی یه همچی کاری هم شده، مگه امام خمینی از سلیمان بالاتره؟ قرآن میگه علا ملک سلیمان، یعنی حتی وقتی که حضرت سلیمان حکومت دستش بود یه عده گوش برف سلیمان نمیدادن. و تبع اماتت لشیاطین علا ملک سلیمان، حتی زمان حضرت سلیمان عده گوش برف سلیمان نمیدادن. بابا مگه مراجع تقلید ما، مگه حکومت اسلامی از خود پیغمبر که بالاتر نیست؟ پیغمبر داشت خطبه میخوند تو روز نماز جمعه، یه تبلی زدن بره فروش جنس، همه پشتن رفتن 12 نفر به خطبه نشستن، که آیه آخر سوره جمعه اینه که
عرض کنم و اذا رأوا لهوا او تجارتا فاضوا علیها و ترکوک قائما، اگر لهو و تجارتی رو شنیدن انفضوا علیها، پا میشن میرن سراغ اون لهو و تجارت، و ترکوک قائما یعنی تو رو رهاد میذارن تنهایی، بشو بگو ما عند الله خیر و من اللهو و من التجاره، بابا خود با پیغمبر از این که شما یه جنس ارزون بخری، ما الان همینطوره، میگی تو بازار ما صدا اذان پخش نمیشه، میگی نمیگیم حی علی خیر العمل، بشتابید به سوی بهترین عمل، خب ایده صدای بهترین عمل رو میشنون، دنبال کار خودشون هستن، پس شما توقع نداشته باش که هر حقی رو که شنیدن مردم دربت همیشه همه جا همه مردم برن سراغش، چه توقعی دارید؟ قرآن بخونم، قرآن به پیغمبر میگه بگو، بعد میگه و این تولو، و این تولو یعنی اگر اعراض کردن تو دیگه وظیفه‌ای نداری، و ما علی رسول الله البلاغ، تو ابلاغ خود کردی. پس ببینید این که ما توقع داشته باشیم همی که یک رهبری حق است، همی که مسئولی حقه، تمام پرسنل و کارمندان و عوامل زیر دست همه عادل باشن، این طور نیست. مثلا امام زمان که ظهور کنه همه مردم عادل میشن، یعنی کسی غیبت نمی کنه، کسی دیگه فوش نمیده. علی ملک سلیمان، حتی زمان حکومت از سلیمان عده دنبال خلافکاری بودن. این آیه میفرماد و تبعوا بنی اسرائیل، جمعشون پیروی میکردن از صداهای شیطان علی ملک سلیمان. بعدم میگفتن سلیمان خودش هم ساحر بوده، قرآن میفرماد و ما کفر سلیمان. البته که میگه و ما کفره میخواد بگه و ما سحره، منتها چون سحر کفره، میگه بابا اینها برای توجیه کار خودشون گفتن سلیمان هم ساحر بوده، قرآن دامن سلیمان رو پاک میکنه، میگه و ما کفر سلیمان، سلیمان دنبال سحر نبود، ولیکن شیاطین کفر، و شیاطین بودن که چون زمان حضرت سلیمان شیاطین جز کارگزارا بودن، و من الشیاطین من یغوثون له، جمعی از جنها کارگزار کارهای حضرت سلیمان بودن، اونها بودن که دنبال سحر و جادو میرفتن، ولیکن شیاطین کفر، و اونها یعلمون الناس السحر، اونها بودن که بابا ما میگیم این اگر خلاف کرد این دست اون نیست، استاد عیبی نداره، شاگرد خلاف کرد، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. خب در زمان حضرت سلیمان چون سحر و جادو بود، خداوند دو تا فرشته را به نام هاروت و ماروت در قیافه انسان فرستاد که خونسا کردن سحر را یاد مردم بدن. این فرشته ها آمدن در قالب در قیافه انسان به مردم گفتن ما اول سحر را یاد شما میدیم تا بعد بدونید چطور خونسا کنید، چون هر ترکیب شیمیایی رو خواسته باشی خونسا کنی باید اصل موادش رو بشناسی بعد بتونی خونسا کنی. مواظب باشید ما به شرطی یاد میدیم که فقط از این علم ما استفاده کنید، مثل که میگم کل تو بگیر اصله رو بگیر، هر جا من گفتم بزن بزن، اینها کل تو گرفتن خودشون جمع انداختن. و ما یعلمانه، بله، و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت، بابل یه منطقه است نزدیک کربلا و نجیب فعلی، خداوند میفرماید که در منطقه بابل هاروت و ماروت که دو تا فرشته بودن در قیافه انسان بین مردم ظهور کردند و گفتن ما خونساسازی سحر رو یادتون میدیم، منتها شرط میکنیم و ما یعلمان من احد حتی یقولا، آموزش نمیدادن هیچ کس را، مگر که با شرط میکردن، میگفتن انما نحن فتنه، ما به سری آزمایش شما هستیم، اگر چیزی رو یادتون دادیم برای اینکه سحر رو باطل کنید، نه که خودتون هم ساحر بشید، شمشیر دادم که جلوی شمشیر اونو بگیرید، نه که خودتون چاقوکش بشید. فلا تکفر، اما متاسفانه فیتعلمون منهما، مردم از این دو تا فرشته ای که برای خونسا سازی سحر اومدن آموزش بدن مردمو، از این دو تا فرشته یاد میگرفتن، ما یفرقون بین المرء و زوجه، سوء استفاده کردن با سحر و جادو، اومدن کاری کردن بین زن و شوهر با سحر و جادو جدایی مینداختن. البته این کارها در مدار قدرت خدا، یعنی اینها دست خدا رو نمیتونن ببندن، هر که هر خلافی هم میکنه اینطور نیست که اگر من سیلی میزنم از قدرت خدا خارج بشم. به هر حال و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، آموزش دیدن چیزی که مضر بود برشون، چیزی ضرر داشت، جامعه رو به هم بزنن، بین زن و شوهر رو به هم بزنن، از سحر و جادو سوء استفاده کردن، آموزش دیدن اون چه مضره و مفید نیست. ولقد علم لمن اشتراه
فهمیدن که چه معامله‌ای کردن. فرشته معصوم در قیافه انسان اما یه هنری یاد شما بده که سحر دیگران رو باطل کنید، خودتونم شدید ساحر. چی رو به چی فروختن؟ آخرتشون و سعادتشون رو به دنیا فروختن. فهمیدن چه معامله‌ای بدی کردن. لب اسمام شرابهی انفسهم، بد معامله کردن اگر بدونن. خلاصه این آیه طولانی این شد که یک، همیشه مردم در اختیار رهبران معصوم نیستن، چون انسان آزاده میتونه راه کج بره. دو، برای توجیه کار خودشون گفتن پیغمبرم ساحره، مثل که یه عرق خور بگه فلان قاضی هم عرق خورده، برای توجیه کار. سه، گاهی خداوند از طریق غیب الهام فرشته میاد یه چیزا رو یاد مردم میده، با الهام یا با فرشته. خداوند دو تا فرشته فرستاد که آموزش خونسا سازی بدن و این دو تا فرشته شرط کردن که از این آموزش سوء استفاده نکنی، اما اینها سحر رو یاد گرفتن و از این سحر سوء استفاده کردن، بین زن و شوهرها جدا انداختن، آموزششون مضر بود و مفید نبود، آخرشون رو به دنیا فروختن و بعد معامله کردن. این خلاصه آیه. اما یه آیه نکاتی داره. ماجرای این آیه اینه که حضرت سلیمان برای حفظ جامعه از اینکه دنبال سحر و جادو برن، اسناد و اوراق و ابزار سحر و جادو رو جمع کرد تا در دسترس عموم نباشه، مثل جمع کردن مثلا فیلم های بد، جمع کردن نمیدونم اوراق بد. ولی بعد از وفات حضرت سلیمان اینها لو رفت، دست برد زدن، دو مرتبه سراغ سحر و جادو رفتن و شایع شد. برای توجیه کار خودشون گفتن خود سلیمان هم اهل سحر و جادو بوده، یعنی اصلا نبوت و معجزه‌شون هم زیر سوال رفت. این دوتا خداوند دو فرشته را به نام هاروت و ماروت در قیافه انسانی فرستاد که مردم یاد بده چطور سحرها رو خونسا کنید. منتها در یاد دادن یک پیش شرط کردن با مردم که ما اول سحر رو یاد شما میدیم، بعد راه باطل کردن سحر رو یادتون میدیم، ولی سوء استفاده نکنید. ولی مردم از این دو فرشته سحر رو یاد گرفتن و چه خونسا کنن سحر رو، خودشون هم شدن ساحر. مثل که آدم میره تریاکی بگیره، خودش هم لب منقل میشه، اونم تریاکی میشه. قرآن انتقاد میکنه، میگه اینا بد معامله کردن، از علمی که ما به اینها یاد دادیم سوء استفاده کردن، حتی با سحر و جادو بین زن و شوهرها جدا انداختن، آخرتشون رو به دنیا فروختن، نفهمیدن که چه کردن. پس اون چه تو این آیه بود، یک، سراغ سحر و جادو رفتن، دو، پیغمبر خدا را متهم کردن که اونم اهل سحر و جادوه، سه، از فرشته های الهی که برای آموزش اومده بودن سوء استفاده کردن، با سحر و جادو بین زن و شوهرها جدایی انداختند، آخرشون رو به دنیا فروختند. این ماجرا در جلسه قبل یه خود توضیح داده شد که در این یک دقیقه بعد تکرار کردم تا آیه دوم نکات بهش متصل بشه. نکاتی که از این استفاده میشه، عرض کنم که 17 تا نکته من اینجا نوشتم، اما یه آیه به قول علامه طباطبایی حدود 1,200,000 رقم معنا قابل طرح تو این. درست مثل نفتی که ما میگیم اونه که تو چراغه، ولی دنیای پتروشیمی از این نفت هزار تا چیز در میاره. این آیه رو فرموده حدود 1,200,000 رقم معنا هست که اینا هی ضربه در میشه. عرض کنم به حضور شما که با ضریب ضربه در این هی توسعه پیدا میکنه، ولی حالا اون مقداری که در فهم مانه. نکات کسی، یک، پیام اول، در حکومت حق و زمامداری حاکم الهی همه مردم اصلاح نمی شوند. پیغمبری مثل سلیمان رهبر مردمه و تبع او ما تتلو شیاطین علا ملک سلیمان. علا ملک سلیمان یعنی با اینکه حکومت دست از سلیمانه، یه عده گوش برف سلیمان نمی دن، چون که پیغمبر بود یه عده گوش ندادن، حضرت علی علیه السلام بود یه عده گوش ندادن، امام زمان هم ظهور کنه بازم یه عده دروغ میگن، غیبت میکنن. اینطوری که امام زمان ظهور کنه همه مردم لال بشن، دیگه نتونن فوش بدن، دیگه نتونن غیبت کنن، نژاد مردم عوض نمیشه.
ممکنه حکومت حق باشه، رهبر حکومت هم حق باشه، اما در همین عرض کنم به حضور شما که نظام حق کار فاسد بشه. مثل آدم بره تو مسجد مثلا قماربازی کنه، ممکنه مکان مقدسی اما تو هم مکان مقدس خلاف میکنن، میگه تو مکه خلاف نمیکنن، میگه تو صحن اماما خلاف نمیکنن. پس در زمان حکومت حضرت سلیمان هم عده خلافکار هستن و تبعوا ما تتلو الشیاطین، عده دنبال تبلیغات شیطونی میرن. اما علی ملک سلیمان، بانک حکومت دست از سلیمان. پس توقع نداشته باشید اگر گفتیم جمهوری اسلامی دیگه عهدی نه دروغ بگه، نه رشوه بگیره، نه کلاه فروشی کنه، نه ربا بگیره. از جمهوری اسلامی توقع نداشته که تمام آدماش عادل شن. این یک نکته. دوم این که شیاطین در حکومت سلیمان هم بیکار نیستن، در پی القاء سوء هستن. تتلو شیاطین علی ملک سلیمان، تتلو شیاطین، شیاطین در زمان اولیاء خدا هم اونا دست از کارشون بر نمیدارن. مسئله سوم اینه که حکومت با نبوت منافات نداره. بعضی انبیا هم حکومت داشتن، هم حکومت داشتن هم نبوت. علی ملک سلیمان، نمیگه علی نبوت سلیمان. این حضرت سلیمان حکومت داشت. دین از سیاست جدا نیست. نکته چهارم اینه که ساحران بره مقدس جلوه دادن و توجیه کار خودشون، سلیمان هم گفتن ساحره که فرمود و ما کفره سلیمان. اینجا به جای که بگه ما ساحره میگه ما کفره، چون سحر یک نوع کفران و کفره. مسئله پنجم اینه که خداوند از مقام انبیا در برابر تهمت دیگران دفاع میکنه، چون اونا گفتن سلیمان هم ساحر بوده تو کافر بوده، ولی خداوند فرمود و ما کفره سلیمان، نه دامن اون پاکه. حالا عرض کنم به حضور جناب عالی که درباره حضرت، یعنی درباره تهمت ها هم باید خود انسان از خودش دفاع کنه. مثل که به پیغمبر گفتن انا لنراک فی سفاهه، به یکی از پیغمبر گفتن تو خلی، فرمود لیس بی سفاهه. به پیغمبر دیگه گفتن انا لنراک فی ضلال، منحرفی، فرمود لیس بی ضلاله. هم انسان باید خودش از خودش دفاع کنه، هم خدا دفاع میکنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اینجا از جایی که خدا دفاع کرده و ما کفر سلیمان، نخی حضرت سلیمان دامنش پاک. عرض کنم به حضور شما که تعلیم و تعلم و اعمال سحر در ردیف کفره. خب در روایات هم وارد شده که ساحر کافره و مجازاتش قتله. و ما کفر سلیمان یعنی و ما سحر سلیمان. خب در مقام تعلیم، معلم باید نسبت به کاربرد منفی علوم هشدار بده، به مردم بگه ببین این کلت اگر استفاده سو بکنه، استفاده اختصاصی ممنوعه، ماشینو بهت بدن برای کارهای عمومی ها، به ماشین هستن استفاده اختصاصی ممنوع. اشکال نداره اسلحه رو بدن به پلیس، بگیم حق نداره استفاده کنه، هر جا رئیس دستور داد از بالا باید بزنه، نه که حالا خودت تو خونه دعوا شد اسلحه بکشی. اینجا هاروت و ماروت دو تا فرشته بودن در قیافه انسان، آمدن به مردم باطل کردن سحر و خونسا کردن سحر رو یاد دادن، منتها پیش شرط دادن، پیش شرط اینه که سوء استفاده نکنه. خب حالا انسان در بین دو آموزش قرار داره، هم آموزش وساوس شیطانی یعلمون الناس سحر، هم الهامات الهی و ما یعلمان. در این آیه هم یعلمون سحر داریم، هم و ما یعلمان داریم. یعنی انسان میتونه هم آموزش باطل داشته باشه، هم آموزش حق. فرشتگان هم میتونن معلم انسان بشن. اینجا هاروت و ماروت فرشته بودن، در قیافه انسان معلم شدن. گاهی علم و دانش وسیله آزمایشه، همه چیز وسیله آزمایشه، پول، زیبایی، قدرت، همه اینها دادنش و گرفتنش ابزار آزمایشه. نبلوکم بالشر والخیر، قرآن میگه همه شرها و خیرها وسیله آزمایشه. تفرقه انداختن بین زن و شوهر کار شیطانیه و در حد کفره. فرمود فلا تکفر. دو تا فرشته گفتن ما سحر رو، راه باطل کردن سحر رو یادتون میدیم، اما فلا تکفر، مواظب باشید کفر نورزید. میگه نه بله، همی که شما از این استفاده میکنید بین زن و شوهر جدایی میندازید، این در حد کفره. باید مواظب باشن بعضی از افرادی که تو خونه ها با سخن چینی، با توطئه، گاهی با نفرین و ناله و گریه
تفرقه میندازن بین زن و شوهر. گاهی ممکنه حتی مادر باشه بگه عاقد میکنم شیرم به تو حلال نمیکنم، بگه که زنت طلاق بدی از زن جدا شی. تفرقه بین زن و شوهر در حد کفره، کار شیطانیه. دانش و آموزش همیشه مفید نیست، گاهی مضره. یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اصولا تو قرآن سه تا علم داریم. علم مفید، علم مفید به قدری میازه که یه پیغمبر اولوالعزم دنبال خیز تو بیابونا بدوه بشه که یه چیزی یاد بگیره. حضرت موسی به حضرت خیز گفت اجازه میدی تو بیابونا عقبت بیام یه چیزایی که خدا به تو داده تو هم به من بگی؟ یاد اومده؟ هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. اجازه میدی من عقبت را بیفتم به شرط اینکه چیزایی که خدا به تو داده یه خودش هم یاد من بدی؟ علم مفید میازه که پیغمبر اولوالعزمی مثل موسی شاگردی کنه تو بیابونا عقب خیز بدوه. یه بعضی علم مضره مثل همین آیه یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. بعضی علم ها دانستنی ها مضره ولذا در رادیو تلویزیون سانسور لازمه واجبه. بعضی اخبار رو نباید مردم بفهمن. حالا فرض کنید اگر در سیلوها گندم نبود، حالا وزیر بازرگانی یا وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر مربوطه بیاد بگه آقایون در سیلوها تا هفت دیگه بیشتر گندم نیست، خب همین الان چاقو کشی میشه دکون نونوایی. هنر دارید گندم بخرید سیلوها رو پر کنید. هر اطلاع رسانی مفید نیست، بعضی اطلاع رسانی ها سبب فتنه میشه، قبل از قحطی قحطی به وجود میاره. بنابراین هر علمی مفید نیست، هر چیز آدم بدونه مفید نیست. اسرار طبقه بندی داره، محرمانه و 100% محرمانه و اینها داریم. بعضی علم هم نه مفید نه مضر. مثلا میگیم اصحاب کهف 6 تا بودن، 7 تا بودن، 8 تا بودن. مثل آدم میگه فلان دانشمند چند کیلوه، فلان مسجد چند تا مزدک داره، چند تا پنکه داره، چند تا مهدابیات چراغ داره. حالا بدونیم چی میشه، ندونیم چی میشه. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. سحر و جادو واقعیت داره. بعضی چیزا خرافه است. مثل که میگن عطسه کردی صبر کن، نه. حدیث داریم عطسه کردی عجله کن. نمیدونم کی گفت عطسه کن صبر کن. بعضی چیزا خرافه است. بعضی چیزا واقعیت داره. چشم زخم واقعیت داره. سحر و جادو واقعیت داره. خب ساحر دست به کارهای میزنه ولی تمام تأثیر و تأثیرات زیر نظر خداست. یعنی سحر و جادو فکر نکنه میتونه خدا رو بشکنه و قدرت خدا رو بشکنه. مثل کسی که سیلی میزنه به صورتی مظلوم فکر نکنه جلو خدا، خدا بخواد دستش قطع میکنه. منتها خدا برای آزادی همه رو آزاد گذاشته، به همه آزادی داده ببینه چه میکنن، برای که هر کسی استعداد خودش رو نشون بده. یکی کسی فکر نکنه با سحر و جادو میتونه جلو اراده خدا بایسته. ساحر ممکنه به پول و شهرتی برسه ولی در قیامت بهره ای نداره. ما له فی الاخره من خلاق. در قیامت بهره ای نداره. کسی که به سراغ تفرق اندازی و سحر میره انسانیت خودشو از دست میده. لبئس ما شراب به انفسهم. شراب به انفسهم یعنی نفسش فروخ، انسانیتش فروخ. به خاطر که کسی اگر یک کاری بکنه که بین زن و شوهر جدایی بندازه، تفرقه بین زن و شوهر بندازه، این دیگه انسان نیست، انسانیت خودشو فروخته. قرآن چنین میگه. این چند تا نکته بود که فعلا تو این آیه 102 سوره بقره گفتیم. السلام علیکم و رحمت الله.